همکارم رها پوربخش اینجا همراه ماست رها گزارش اعتماد در واقع داره میگه که بدون تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال وی ای آر وارد ایران شده اون چیزی که ما در دو هفته گذشته تجربه کردیم در لیگ برتر ایران تیم های ایرانی وی ای آر به خودشون ندیدن این یک بازپخش تصاویر تلویزیونی است که داورهایی که گفته شده لایسنس وی ای آر دارن در اون اتاق ها صحنه رو بازبینی میکنن و در موردش صحبت میکنن این گزارش اعتماد چند تا بخش داره یکی این که این پول این خرید دستگاه های وی ای آر از کجا آمده که گفته شده که پاداش هایی که قرار بوده به فدراسیون فوتبال برای سود تیم ملی به جام جهانی داده بشه اون دو میلیون دلار رو هزینه کردن برای آوردن کمک داور ویدیویی که از کشور چین وارد شده بعد یه بخش دیگه داره اینکه تاییدیه هیئت فدر... تاییدیه رئیس رئیسه فدراسیون فوتبال و همینطور سازمان صدا رو نداره این برمیگرده به اینکه وقتی قراردادها از یک مبلغی بالاتر هست و اون مصوبه ها اون مبالغ رو پوشش نمیده هیئت رئیسه اصلا نمیتونه اعمال نظر بکنه در موردش و اینکه چرا سازمان صدا سیما همچی چیزی رو تایید نکرده به خاطر اینکه گفتم اصلا اینها وی آر نیستن بر اساس پروتکل فیفا بالغ بر دوازده تا هجده دوربین در مناطق استراتژیک زمین کاشته میشه و یک سری از نرم افزارهایی وجود داره برای اینکه در لحظه بتونن اونها رو بازبینی بکنن و یک سری از امکاناتی باید داشته باشن که ما بیسش رو هم در فوتبالمون نداریم چه برسه به اینکه بخوایم از اون سیستم های پیشرفته تکنولوژی داوری استفاده بکنیم اما در مورد پروتکل فیفا و این, که این همین میخواستم بپرسم که دقیقاً پروتکل فیفا چی میگه در این رابطه پروتکل فیفا گفته که باید بین 12 تا 18 تا دوربین داشته باشه باید از دوربین های سوپر اسلو موشن استفاده بشه این وی که در ایران استفاده میشه خط آفساید نداره خط گل نداره و چیزی که داورا فقط انجام میدن اینی که در صحنه اون صحنه رو پاز میکنن بررسی میکنن و باستابش میدن یه نکته دیگه ای گزارش اعتماد داشت اینکه در بازی استقلال اصلا تلویزیونی برای داور گذاشته نشده بوده که اون بتونه صحنه رو بازبینی بکنه چون صحنه برای بازبینی وجود نداره